یک جمع‌بندی بکنم که این کنفرانس توسط کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی، برای آزادی زندانیان سیاسی ایران برگزار شده. در این کنفرانس هم سیاستمداران اروپایی، هم از کانادا و هم فعالان ایرانی که در طول این چند ماه هم مبارزاتشون بیشتر شده، فعالیتشون بیشتر شده، سخنرانی‌هایی داشتن، از نماینده هلند در پارلمان اروپا گرفته تا وزیر سابق دولت اونتاریو کانادا در این نشست صحبت کردن. من در کنارم خانم پریسا پوینده تشریف دارن که مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران هستن. خانم پوینده، چرا لاهه، اصلا بگید که چرا این کنفرانس در لاهه برگزار می شود؟ بله، خب لاهه شهری هست که مرکز سیاست در هلند، شهر پارلمان هلند، شهر دولت مردان و دولت هلند هست، شهر دادگاه بین المللی لاهه هست و به همین معنا مرکز سیاست گذاری در هلند هست. و از اونجایی که دولت هلند طی این چند ماه انقلاب زن، زندگی آزادی، به اصطلاح بسیار اکتیو بوده و قدم‌های موثری رو برداشتن در این رابطه، ما انتخاب کردیم که در شهر لاهه این کنفرانس رو برگزار کنیم. دفتر نخست وزیری هلند خیلی نزدیک به ماست، ساختمان در واقع پارلمان، قدیم پارلمان هم اینجاست. فکر میکنید آیا فعالیت هایی که سیاستمداران هلندی کردن نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشتر بوده؟ شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، به نظر ما بیشتر بوده، برای اینکه هلند اولین پارلمانی هست در اروپا که تمام احزاب پارلمان به جز یک حزب دستراستی به گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی رأی داده. این به معنای نیست که دولت هلند این رو اعلام کرده، ولی این قدم بسیار بزرگی هست که برداشته شده از طرف پارلمان هلند و ما شاهد این هستیم که تعدادی از سخنگوهای امور خارجه، کفالت تعدادی از زندانیان و کسانی که زیر حکم اعدام بودن رو برداشتن و به همین معنا ما شاهد این هستیم که اینجا الان تایس ریتن اینجا هست از حزب کارگر که در پارلمان اروپا است و به دلیل فعالیت‌های بسیار بسیار زیاد و موثری که داشته از طرف جمهوری اسلامی تحریم شده و ما فکر می‌کنیم به همین دلیل ما در ارتباط با دولت هلند و پارلمان هلند میمونیم تا صدای انقلاب زن، زندگی، آزادی باشیم. ممنونم از شما خانم پریسا پوینده. این رو هم اشاره کنم که همینطور که خانم پوینده هم گفتن، آقای ریتن که صحبت کردن به زبان فارسی، شعار زن، زندگی، آزادی رو تکرار کردن. سخنگوی وزارت خارجه این کشور هم در این نشست حضور داره و صحبت کرد در مورد اینکه صدای ایرانیان از طرف اونها داره شنیده میشه. و این رو هم یادآوری کنم که این کنفرانس به مناسبت 30 خرداد که از طرف این کمیته به عنوان روز حمایت از زندانیان سیاسی ایران نامگذاری شده و همچنین مصادف شدنش با در واقع سال روز درگذشت کشته شدن ندا آقا سلطان در خیابان‌های ایران برگزار شده و در این کنفرانس که هنوز ادامه داره سخنرانی‌ها هم ادامه داره. ما هم در بولتن‌های بعدی باز هم با شما همراه خواهیم شد.